بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقتتان بخیر. مجموعه خبری 5:30 را پی میگیره. محمد آغاز سرخط خبرها. بازپسگیری ولسوالی یمگان از دست مخالفان. مقامهای محلی ولایت بدخشان میگویند عملیات به خاطر بازپسگیری این ولسوالی ادامه دارد. سیاست گنگ حکومت در قبال تامین امنیت. برخی از اعضای مجلس سنا مشخص نبودن دوست و دشمن مردم افغانستان را دلیل برای گسترش ناامنی ها می دانند. و هشدار رئیس جمهور ایران بر لغو تحریم ها علیه کشورش. حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفته است که باید تحریم‌ها علیه کشورش لغو شود تا در نتیجه آن موضوعات مانند مشکل محیط زیست حل شود. امروز یکشنبه 17 جوزای سال 1394 خورشیدی است که برابر می شود با 7 جون سال 2015 میلاد. مجموعه خبری 5:30 با من محمد سجاد یاسر. مقامات محلی ولایت بدخشان میگویند درگیری میان گروه طالبان و نیروهای امنیتی کشور در ولسوالی یمگان این ولایت ادامه دارد. سرپرست ولایت بدخشان از مسدود بودن راه ولسوالی یمگان نیز نگرانی میکند و ادامه این وضعیت در بدخشان را نگران کننده میخواند. در همین حال شماری از اعضای شورای ملی حکومت و نهادهای امنیتی را در امر بازگشایی راه یمگان متهم به بی‌کفایتی میکنند. از سوی هم وزارت داخله ادعای نمایندگان مردم را رد می کند. شرح بیشتر از وثیق الله عظیم. یمگان برای دومین بار به تسلط طالبان در می آید. سال گذشته نیز این ولسوالی در حملات طالبان به تصرف این گروه در که طالبان از یک هفته قبل تصمیم حمله بر این ولسوالی را داشتند. ولسوالی یمگان از ولسوالی های استراتژیک ولایت بدخشان که سرحد مشترک با پاکستان دارد و نیز بر ولسوالی کران و منجان این ولایت هم سرحد است. طالبان مسلح ساعت 4 صبح روز گذشته به بخش‌های این ولسوالی حمله کرده و ولسوالی یمگان را تصرف کردند. شاه ولی الله ادیب سرپرست ولایت بدخشان در تماس با تلویزیون نور از اعزام نیروهای هوایی به یمگان خبر می‌دهد. سرپرست ولایت بدخشان میگوید که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای واپسگیری ولسوالی یمگان در حال پیشروی قرار دارند. به گفته سرپرست ولایت بدخشان در این عملیات 20 مخالف مسلح دولت کشته و زخمی شدند. سرپرست ولایت بدخشان همچنان میگوید که 6 تن از نیروهای امنیتی شهید شدند و 6 تن دیگر لادرکند. ما دقیقه که ما بدست آوردیم از دشمن 20 نفر کشته و زخمی که 12 نفر یک بود پرستیم و از دشمن چند جسد یکبار خارجی را به خودت انتقال دادن خارجی ها. وزیرهای امنیتی 6 نفر شهید و 6 نفر دیگر مدارک است. گفته میشه یا درمی شاید پیدا شدن و درمی سرکوها بوده باشن. سرپرست ولایت بدخشان از مسدود بودن راه یمگان نیز نگرانی میکند. سرپرست ولایت بدخشان از رهبری حکومت میخواهد که برای باز کردن راه ولسوالی یمگان تدابیری جدی بگیرد. اما یک مشکلی است که بعد از اینکه نیروهای امنیتی مرکز ولسوالی را تصرف میکنند، نگهداری از این برای ما مشکل است. بخاطر ولسوالی هم از طرف جرم که مسیر را به اونجا منتهی میشه به دست طالبان است و هم پشت سر ولسوالی مادر نادوار مرکز داره که سرک منتهی میشه به ولسوالی کران منجان و در مادر نادوار بیش از 400 نفر. در این حال شماری از اعضای شورای ملی حکومت و نیروهای امنیتی را در امر بازگشایی راه ولسوالی یمگان به بی‌کفایتی متهم میکنند و مسئولان امنیتی را نیز به بی‌پروایی، ادعایی که از سوی وزارت داخله رد میشود. دولت افغانستان و وزارت دفاع و وزارت داخله به قسمت باز کردن راه یمگان توجه نکردند. باز هم در این روزها یک هفته قبل دشمن تصمیم گرفت که یمگان را برای یمگان تقریبا اما علتی از این بی‌توجهی دولت است و دین روز هم دولت اعلان کرد که ما دوباره تدارک میبینیم که ولسوالی را از پیش از او بگیریم، از پیش طالبا بگیریم. میشد که همی تدارک یا وقت‌تر میگرفتن،
تا اینکه باز تعداد جوانای ما شهید نمیشد، باز یکی از ولسوالی های ما سقوط نمیکرد و روحیه مردم و حکومت ضعیف نمیشد. ولی در اینجا معلوم میشه که وقتی که 200 تا 300 نفر مخالفین میتونه که یک ولسوالی را سقوط بده، ولی در اینجا نشان میده که دولت خیلی ای قوا و قدرت و تواناییش در کجا است. امکان داره چند ولسوالی دیگه هم خواست سقوط بکنه به بی توجهی و به بی طرفی دولت باشه. ما به شدت امروز نیروهای ما در مقابل تروریست های ساده هستند و میرزمن و قربانی میتن. من این موضوع را تایید نمی کنم. شما فداکاری و قربانی نیروهای امنیتی افغانستان روزمره و چشم سر میبینین. هیچ گونه غفلتی نداشته نیروهای ما در اون محل و هیچ گونه کوتاهی نداشته. من این موضوع را به شدت رد می کنم. این در حالی است که معاون سخنگوی وزارت داخله گزارش ها مبنی بر سقوط ولسوالی شهدای ولایت بدخشان را رد می کند و می گوید که طالبان به بخش هایی از ولسوالی شهدا حمله کردند و با مقاومت نیروهای امنیتی مواجه شدند. مجلس صنایع کشور از سیاست گنگ حکومت در قبال تامین امنیت کشور انتقاد می کنند و بار دیگر نیز به بدامنی ها در سراسر افغانستان به شدت نگرانی می کنند. این سناتوران در همین حال نبود پالیسی مشخص حکومت در امر پیکار با هراس افغانی، مشخص نبودن دوست و دشمن مردم افغانستان و نیز ادامه سرپرستی ولایت ها را از دلایل عمده ناامنی های کشور عنوان می کنند. حضرت محمدی گزارش دارد. با ایجاد حکومت وحدت ملی که در نتیجه توافق سیاسی میان دو نامزد ریاست جمهوری شکل گرفت، ناامنی ها به برخی از مناطق ریشه گستراند و سایه بدامنی ها روزگار برخی از شهروندان کشور را به تیرگی کشاند. هیچ روزی نیست که مردم افغانستان قربانی سیاست های گروه های مخالف مسلح دولت نشوند و به ماتم فرزندانشان ننشینند. حکومت وحدت ملی هم در نخستین روزهای ایجادش بر تامین امنیت شهروندان لب به سخن گشود و به مردم وعده سپرده بود که در راستای برچیدن فرش بدامنی‌ها تلاش تا حد توان میکند. اما با گذشت بیش از 9 ماه از ایجاد این حکومت، هنوز هم ناامنی‌ها از مردم قربانی میگیرد و به خانه های مردم افغانستان شام تلخی ارمغان تقدیم میکند. با این همه اعضای مجلس صنایع کشور در نشست عمومی روز یکشنبه این مجلس با انتقاد از عملکرد حکومت در پیوند به بدامنی‌ها به ویژه ناامنی‌های سمت شمال از سیاست گنگ حکومت در قبال تامین امنیت کشور انتقاد میکنند. این سناتوران در همین حال نبود پالیسی مشخصی حکومت در امر پیکار با هراس افغانی، مشخص نبودن دوست و دشمن مردم افغانستان را از دلایل عمده ناامنی کشور عنوان میکنند. متاسفانه در موارد زیاده دولت سیاست روشن نداره، دولت برنامه و پالیسی مشخص نداره و متاسفانه ضعف و ناتوانی و دوچار زدوبنده و اختلافات داخلی و ذات البینی هستند. این موضوع موجب از این شده که دولت درست و دقیق نتونه برنامه اداری و امنیتی خود مدیریت بکنه و پیش بره. وضعیت بد امنیتی بعد دغدغه اصلی اعضای شورای ملی مبدل شده است. هیچ روزی نیست که اعضای شورای ملی نسبت به ناامنی‌های کشور نگرانی نکنند و جانب حکومت را به بی‌پروایی و ناکارگی متهم نسازند. اما حکومت افغانستان هم از کنار این معضل به سادگی گذشته و میخی آوردن امنیت به مردم را به زمین سختی وعده ها کوبیده است. با باور این سناتوران اختلاف میان رهبران حکومت و نیز ادامه سرپرستی در ولایت ها سبب شده است تا دامنه بدامنی ها در کشور گسترش پیدا کند. با ده ها جوان افغان به نام اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی کشته میشه، دولت سکوت میکنه. حالا اگر پلان در پشت سر وجود داره، اگر در مسئله دولت نمیتونه نارسیدگی کنه، رسیدگی کرده نمیتونه، بنان باید جای خود ایلا کنه بر دیگرها. امنیت په افغانستان کې په ټول ولایت کې خراب او دغه غوډ دې د حکومت سکوت کوي زله دې جایزه د تجربه په اساس ته حکومت سکوت سره مخامخ. در حال سناتوران از نبود امنیت برخی از مناطق کشور نگرانی میکنند که روز گذشته نیز ولسوالی همگان ولایت بدخشان به تصرف مخالفان مسلح دولت درآمد. مقامات محلی ولایت بدخشان و نیز برخی از نمایندگان مردم مقامهای امنیتی را به بی‌پروایی با جستجوی راه‌ها برای از میان برداشتن ناامنی‌های شمال به ویژه بدخشان متهم میسازند.
وزارت خارجه کشور خشونت ها در برابر مسلمانان در کشور برما را محکوم کرده و از سازمان ملل و نهادهای بین المللی خواسته است که به این جنایات ضد بشری خاتمه دهند. در خبرنامه دفتر مطبوعاتی وزارت امور خارجه کشور آمده است که افغانستان خشونت ها در برابر مسلمانان را که در نتیجه آن تعداد زیادی از انسان های بیگناه و قتل رسیدند را شدیداً محکوم می نماید. در خبرنامه تاکید شده که کابل شکنجه و کشتار بی‌رحمانه این انسان های بی‌دفاع و مظلوم را که زنان، کودکان و کهنسالان نیز در جمع آنان هستند، عمل غیر انسانی و خلاف ارزش‌های حقوق بشر می‌داند. بر اساس گزارش‌ها، حادثه برما میانمار پس از آن آغاز شد که در میان بودایان منطقه شایع شد یک مرد مسلمان به یک زن بودایی تجاوز کرده و بعداً او را به قتل رسانده است. مسئولان محلی ولایت کندوز میگویند در نتیجه یک عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی کشور در این ولایت 7 طالب مسلح مشمول یک قمندان آنان کشته و زخمی شدند. جنرال عبدالصبور نصرتی فرمانده امنیه ولایت کندوز به رسانه ها گفته است این عملیات که به هدف سرکوبی مخالفان مصالح دولت روز گذشته در ولستوالی 4 دره این ولایت را اندازی گردیده بود، 4 تن از مخالفان مصالح دولت مشمول قاری اسدالله، 1 تن از قماندانان طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخم برداشتند. به گفته فرمانده امنیه کندوز، در این عملیات به نیروهای دولتی و افراد ملکی کدام آسیب نرسیده است. مسئولان امنیتی ولایت لوگر میگویند 2 تن از کارمندان مؤسسه ماینپاکی هلوتریست صبح امروز از منطقه داوودخیل مربوط به پل علم مرکز این ولایت توسط افراد ناشناس اختطاف شدند. محمد ورا اندرابی عامر امنیت فرمانده امنیه لوگر به رسانه ها گفته است تلاش ها برای دریافت این افراد آغاز شده است. این در حالی است که روز گذشته نیز 2 کارمند یک مؤسسه دیگر ماینپاکی به نام استرلینگ در منطقه بابوس از سوی طالبان روبوده شده بود، اما آنان دوباره آزاد شدند. ریاست عمومی امنیت ملی با پخش خبرنامه گفته است که 2 طفل خردسال را که قرار بود از آنان در حملات انتحاری استفاده گردد از چنگ افراد مسلح در ولایت هلمند آزاد کردند. در اعلامیه این ریاست گفته شده است که محمد امین 12 ساله و فضل امین 9 ساله 2 برادر خردسال از ولایت کندهار توسط یکی از قماندانان مخالفین مسلح به بهانه تعلیمات اسلامی به یکی از مدارس دینی در این ولایت انتقال داده شده بودند. در اعلامیه گفته شده است که مخالفین مسلح این اطفال را جبران به انجام حملات انتحاری مجبور ساخته و دست و پایشان را به زنجیر بسته بودند تا از این مدرسه فرار نکنند. اعلامیه می افزاید که اطفال یاد شده پس از رهایی از سوی منصوبین امنیت ملی به فامیلشان تسلیم داده شدند. شماره از اعضای مجلس سنا جانب حکومت را متهم به وعده خلافی در امر رسیدگی به خواستهای مشروع آموزگاران می کنند. به گفته این سناتوران ادامه تحسن آموزگاران پیامد منفی و ناگوار خواهد داشت. آنان در همین حال از حکومت خواستند به مشکل آموزگاران کشور رسیدگی کند. در همین حال شماره از آموزگاران لیسه های کابل می گویند اگر حکومت به خواستهایشان رسیدگی نکند به خاطر به دست آوردن حقوق خود دست به اعتصاب غذایی زده و خیمه تحسن برپا خواهند کرد. این آموزگاران در همین حال حکومت را نیز به وعده خلافی متهم می کنند. حفیظ الله سالنگی گزارش دارد. اعتصاب درسی آموزگاران مکاتب شهر کابل وارد 7 روز خود شده است. امروز یک شنبه اینجا آموزگاران لیسه نادری شهر کابل دست به اعتصاب کاری زدند. این آموزگاران نسبت به آنچه عملی نشدن وعده های رئیس جمهور در مورد حقوق خودشان می خوانند انتقاد دارند و از مقام های حکومتی می خواهند که به آنچه وعده سپرده اند عمل کنند. ما ممایت خود اعلان میکنیم، ما هم خان حقوق خود هستیم و خان امتیازات خود میباشیم. همیشه محروم، همیشه محروم و در محرومیت زندگی کردن جزی از فرهنگ جامعه ما شده. معلم محروم، همسرش محروم، اولادش محروم و خانوادهش محروم. چرا؟ خواهش ما دولتی است که حرفای ما را بشنوه و همونطوری که وعده قبلا داده رئیس صاحب جمهور کشور که ما معلم آرام میسازیم، فکرش که خانه برش میتنیم، ماش رو جور میکنیم. با وجودی که چندین رئیس جمهوری وعده آره داده بر ما،
یکیش عملی نشده. حال ما فهمیدیم که اینا تا که ما حق خدا نخواهیم، کس حق و کس نمیده. پس ما باید بخیزیم و حق خدا بخواهیم. شماری از اعضای مجلس سنا جانب حکومت را متهم به وعده خلافی در امر رسیدگی به خواستهای مشروع آموزگاران می کنند. به گفته این سناتوران، ادامه تحسن آموزگاران پیامد منفی و ناگواری خواهد داشت. آنان در همین حال از حکومت خواستند به مشکل آموزگاران کشور رسیدگی کند. در همین حال اعضای مجلس خواستار آن شدند تا وزیر معارف کشور را جهت پاسخگویی به پرسش سناتوران در امر رسیدگی به خواست آموزگاران به تالار مجلس فرا بخوانند. و زمانی که اینا رأی میگیرن من نمیفهم، وعده های بسیار چرب، وعده های بسیار خوبی را برای معلمین، برای قشر جوان، برای قشر روشن فکر داده میشه، ولی با تاسف زمانی که به قدرت میرسن همه چیز را به بود فراموشی میگذارن. خون که هم زمونگ یو خوامونگورو چه پدغ شپگور ازو که زمونگ یو لوی ضربه تعلیمی بخش کده، او رس پور از هغه اطلاعات چه اخپوریگی او رس پور از دده تعداد دده خون که تعداد دیریگی چه دوی دغه اعتصاب بخش که رازی. دکتر صاحب اشرف غنی میخواستن که کمپاین بکنن و در ریاست جمهوری رسته بودن، گفتن و شعارهایشان فعلا هست که با هر کس مذاق بکنین، با معارف مذاق نکنین. ولی با تاسف دیده بدانسته تا یک قدر مدت زمانی که علاوازی که مشکلات که از سابق دامنگیر مکاتب و معارف کشور به میراث مانده بود، اینا قصدن مذاق شروع کردن. با گذشت هر روز دامنه اعتصابات کاری آموزگاران در شهر کابل افزایش یافته است و دامنه های این اعتصاب به شماری از ولایت های کشور نیز رسیده است. استادان لیسه نادریه هدف از اعتصاب کاریشان را همصدا بودن با دیگر آموزگاران عنوان می کنند و می گویند در صورت حکومت به خواستهایشان عمل نکند خیمه تحسن برپا می کنند. باز و ارمت با تمام استادان شهر کابل و خصوصا تمام افغانستان و خاطر خواستها و نیازهای تمام استادان شهر کابل و پشتیبانی از استادان که تا فعلا در این تحسن دست زدن به خاطر اعاده حقوق و حیثیتشان، ما دست به این تحسن دادیم. ما امیدوار هستیم که یک انجام باشکوه داشته باشه از جناب رئیس جمهور، از طرف رئیس جمهور، و خواست ما بیشتر مشروع است. خواستی است که حق ما است. هیچ گام طغیان نکردیم، سرکشی نکردیم، بغاوت نکردیم، فقط ما راه های دیگری مدنی را جستجو میکنیم، نه تنها اعتصاب درسی بلکه اعتصاب غذایی، راه های دیگری که قانون برمان به عنوان یک شهروند داده. دیگه ما ابزار و وسیله نداریم بریم سنگر بگیریم، بلکه ابزار و وسیله ما حرکت های مدنی است. این آموزگاران دلیل اعتصاب کاری خود را پایین بودن معاششان و توزیع سرپناه مطابق با وعده های داده شده دولت میگویند. این در حالی است که با گذشت هر روز دامنه اعتصاب کاری آموزگاران رو به افزایش است، چیزی که والدین دانش آموزان مکاتب را سخت نگران ساخته است. در همین حال هفته قبلی نیز وزیر معارف گفته که خواستهای آموزگاران را به شخص رئیس جمهور و نیز شورای وزیران رسانده است. در همین حال شماری از آموزگاران ولایت تخار نیز به خاطر آنچه عدم توجه حکومت به خواستهایشان عنوان می کنند، امروز دست به اعتصاب کاری زدند. سنت الله تیموری، سخنگوی سرپرست ولایت تخار، در صحبت با رسانه ها اعتصاب آموزگاران را تایید کرده می گوید آموزگاران درخواست افزایش معاشات و توزیع زمین های تعهد شده از سوی حکومت را دارند. آقای تیموری می گوید که در 6 ولسوالی این ولایت زمین برای آموزگاران تثبیت شده اما تا حال توزیع نشده است. این در حالی است که شماری از آموزگاران مکاتب در کابل نیز از چند روز به این طرف دست به اعتصاب کاری زدند. و اما در خارج از کشور، حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که باید تحریم ها علیه کشورش لغو شود تا در نتیجه آن موضوعات مانند مشکل محیط زیست حل شود. آقای روحانی در سخنان به مناسبت هفته محیط زیست در ایران گفته است که تحریم های ظالمانه باید از بین برود تا سرمایه بیاید و مشکل محیط زیست، اشتغال، صنعت و آب خوردن مردم حل شود.
با گزارش رسانه های ایران آقای روحانی تأکید کرده است که این سخنان به معنای این نیست که در برابر حرف زور تسلیم شوند. سخنان امروز رئیس جمهوری ایران در برابر نیاز به لغو تحریم ها علیه ایران در حال صورت می گیرد که نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در حال مذاکره برای تدوین توافقنامه جامعه هسته‌ای با هدف پایان بخشیدن به تحریم ها علیه ایران هستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه همزمان با برگزاری نشست کشورهای گروه جی 7 در گفتگوی با روزنامه ایتالیایی کوریرا دلاسرا ترس غرب از روسیه را ناموجه خوانده است. آقای پوتین در این گفتگو روسیه را تهدید برای سازمان ناتو ندانست و ای گفت فقط یک دیوانه خیال پرور میتواند تصور حمله ناگهانی روسیه به ناتو را در سر بپروراند. برخی از کشورها با سادگی از روسیه حراسی مردم بهره برداری می کنند تا کمک های مالی و اقتصادی و تجهیزات نظامی دریافت کنند. آقای پوتین افزود هر کاری که ما می کنیم پاسخ به تهدیداتی است که با آنها مواجه هستیم. پاسخی که به صورت بسیار محدود اجرایش می کنیم. اما آنقدر بزرگ و کافی تا امنیت روسیه را تضمین کند. با این همه ناتو در پی دخالت روسیه در بحران اوکراین و در واکنش به نگرانی های این کشور در قبال تهدید روسیه حضور نظامیش را در کشورهای اروپای شرقی افزایش داده است. بارسلونا با برتری برابر یوونتوس ایتالیا قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد. دیدار تیم‌های یوونتوس و بارسلونا این بود مجموعه خبری 53. بقیه وقتتان خوش. خدا نگهدار.